متشکرم. خیلی ممنون، خیلی ممنون، مرسی، مرسی، متشکرم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از لطفتون. به نام خدا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین، ممنون از حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و حالتون خوب باشه. آره همین. مرسی، متشکرم، متشکرم، متشکرم. و افراد مسن هم امروز مهمان هستن، عاشقتونم. من عاشق پیرمردها و پیرزنهام، افراد مسن، کوهی از تجربه و عشق و دوست داشتنی. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. خب راجع به چی حرف بزنیم؟ به نظرم شکی نیست که فقر و بیپولی روی ابعاد مختلف زندگی آدم تأثیر میذاره. یکی از ابعاد تربیت بچه هاست. مادر پولدار از تو اتاق داد میزنه ارشیا کمش کن، ارشیا کمش نمیکنه. یه بار دیگه میگه باز کمش نمیکنه. بار سوم میگه ارشیا پلی‌استیشنت میره تو کمد، درش قفل میشه ها، فردا شبم خبری از پینت بال نیست، پیست اسکی هم نمیذارم بری. ارشیا در عرض 30 ثانیه هرچی هست و نیست رو در اتاقش کم میکنه. اما امکانات که نباشه، مادر از تو اتاق میگه کمش کن کمال، کمال کمش کن، بیام من میدونم با تو آه. کمال لیوانتو میذارم تو کمد، درشو قفل میکنم. میره بیرون میبینه کمال داره با دهن از شیر آب میخوره، میگه کمال بیا لیوانتو بگیر، خواهش میکنم این کارو نکن. کلن الان تربیت بچه ها یه مقدار آسونتر شده چون وابستگی هاشون زیاده، تکون میخورن یه چیزی رو ازشون میگیرن. ما که بچه بودیم اصلا چیزی نداشتیم کسی ازمون بگیره، مجبور بودن با لگد بندازنمون تو انباری در قفل کنن، نور و اکسیژن رو ازمون میگرفتن. صدای بابامون از تو حیات میومد، میگفت اگه این بار تکرار کنی دیگه آسمون بی آسمون. یه تنبیهی هم هست، هم واسه کودکان جواب میده هم برای آقایون، موبایلشون رو ازشون بگیرید، مثل موم نرم میشن. آقای داش رجز میخوند که به زودی ابلاغیه یه طلاق به دستت میرسه، یهو دید موبایلش نیست، به خانومش نگاه کرد، خانومش هم اون برو نگاه کرد. آقای گفت ببین عزیزم، من که جز تو کسی رو ندارم. آره، نظرات شما رو ببینیم که چیه، برامون نوشتین، فرستادین. مدیری من مطمئنم که واکسن کرونا تو شمال کشف شده، به ما نمیگن، وگرنه چطور ممکنه این همه آدم بره شمال؟ راست به نظرم برای اینکه خانواده ها دیگه اینقدر نگران آبروشون نباشن و دست به خشونت نزنن، یه بار بیایید هممون با هم یه کار بد بکنیم که دیگه کسی از کسی خجالت نکشه. مدیری دیدی وقتی داری با یه خواننده هم صدایی میکنی، همه فکر میکنن صداشون این خواننده هست، ولی تا اون آهنگ رو قطع میکنی صدای این وانتیای خریدارم رو میدن. برام نوشته بود بی تو برام خونه تاریکه، از ذوق دویدم رفتم خونه، دیدم قبض برق رو پرداخت نکرد. چرا وقتی صبح ها که از خواب بیدار میشیم بیشتر از شبا که میخواییم بخوابیم خوابمون میاد؟ گفتن 250,000 تا خودرو میدن، 4 میلیون نفر ثبت نام کردن، بعد چجوری اوضاع درست میشه؟ من با حذف 4-0 موافقم،
اما نه از پول ملی، از حقوق مسئولان. سوال من اینه، این چراغ راهنمایی پس کی میره دبیرستان؟ این قرنطینه داره کار دست همه میده واقعا. در تمام مدل‌های تربیتی از خشونت به عنوان یک عامل مردود و غیر علمی نام برده شده. روانشناسان میگن ممکنه خشونت به صورت مقطعی کارساز باشه، اما در آینده عقده‌ها و گره‌های روحی مهلکی رو در فرد ایجاد میکنه. اما خب احتمالاً نمونه‌های عجیب هم وجود داره. چند وقت پیش میخواستم ماشین بخرم، یکی بهم گفت نخری یا؟ گفتم چرا؟ گفت میاد پایین، قرار یکی دو نفر رو اعدام کنن. خیلی عجیب بود برام. گفتم اعدام کنن میاد پایین؟ اتفاقا اعدام کردن، اومد پایین. از اونجا رفتم گردو بخرم، گفت کیلو 200 تومن. گفتم این اعدامیش چنده؟ گفت جان؟ گفتم نه هیچی، 200 گرم لطف کنی. تازه فهمیدم که چرا یه عده ساعت 4 صبح میرن اعدام تماشا کنن. تو کار بیزینسن اینا. یه عده میخوان قبل از مراسم بفروشن بره، یه عده دیگه کمین کردن که بعد از مراسم بزخری کنن. ولی خب تجارت معلوم نمیکنه. فکر میکنی داری 30 تومن زیر قیمت میخری؟ یهو طرف پای چوبه یه دار میبخشه، مجبور میشی 20 تومن بالای قیمت بخری. آره. یه خانم یا آقا؟ بفرمایی. مادر. بله عزیز دلم. یه آقا لطفا. بفرمایی. بله. قربونتون برم الهی، خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. شما شاغلین یا خانه‌دارین؟ خانه‌دارم. شاغل نبودین هیچ وقت؟ قبلن بودین بح. و بازنشسته شدین. شما؟ ما قبل کرونا شاغل و بعدش میشین دیگه انشالله. بعدش انشالله تا بره. کرونا بره. خیلی خوب. طولانی ترین رودخانه جهان؟ نمیدونم. اب نداره. خشم. اب نداره. یه آبشار میشناسم، نیاگارا. نیاگارا؟ یه آبشار میشناسی نیاگارا؟ آبا همین. رود نیل. رود نیل. طولانی ترین رودخانه در ایران؟ ایران. در ایران. کارون بله. بزرگترین دیوار جهان؟ چین. بزرگترین حیوان اقیانوس؟ کرگدن. نه. ماهی دریایی. وال. در اقیانوس. نهنگ بله. وال. میرسونی؟ نه. نداره. بزرگترین پرورش دهنده گوسفند در جهان کشور استرالیا. هر که بامش بیش برفش بیشتر یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بیشتر پول داشته باشه، دارایی داشته باشه، بله. زندگیش هم خرجش هم بیشتر. بسیار خوب. اولین فیلم ناطق سینمای ایران؟ نمیدونم. دختر لور. بلندترین شب سال؟ یلد. شعر برامون دارین؟ بله. بفرمایید. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، قب مخور کلبه احسان شود روزی گلستان، قب مخور. قب مخور. بسیار عالی. البته اسم شوهرم هم یوسفه. به 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 به. اونجا تشریف دارم. بله. آقا یوسف قربونتون برم الهی. خب بخونید برامون. جمعی بودیم هوای غم می‌خوردیم، در فصل گرسنگی به سر می‌بردیم، سیر که شدیم دور گشتیم ز هم، کاش در همون گرسنگی می‌مردیم. بسیار عالی و تلخ. خیلی ممنونم. خانم بهتر بودن؟ بله. آقا بهتر بودن؟ خانم بهتر بودن. ولی خب بفرمایید.
خیلی ممنونم. قربونتون برم. خوشحال شدم. قربونتون برم. مواظبشون باشین تا پایین. بفرمایید. بله. بله خیلی هم عالی. آقا یوسف مخلصی. قربونتون برم. خشونت انواع و اقسام مختلفی داره، یعنی فقط به ضرب و شتم و آسیب‌های فیزیکی محدود نمیشه. گاهی حتی یه نگاه هم میتونه خشونت محسوب بشه، یا حتی یک بی‌محلی ساده. خانم صبح از خواب بیدار شده، آقاه با روی باز سلام میکنه، خانم یه سر تکون میده، از اتاق میره بیرون. خشونت علیه آقایون رو متوقف کنید لطفاً. آقاه با خودش میگه چرا اینجوری کرد؟ اینکه سر صبح تازه. من هنوز اصلا وقت نکردم کاری بکنم که این ناراحت بشه. حتما شب خوب نخوابیده. یکم بگذره درست میشه. در همین لحظه مادر خانم زنگ میزنه به خانم. شاد و سر حال با مامان حرف میزنن. قد که بیکنه دوباره. آقا هی داره تو ذهنش مرور میکنه چی کار کردم که اینجوری شده. دیشب که خیلی حالش خوب بود، صبح که من کاری نکردم. این یکی از بیرحمانه ترین خشونت هاییست کتاب حال علیه آقایون شناخته شده، چون نه علتش معلومه، نه زمان پایانش معلومه، نه چگونگی پایانش معلومه. اما به هر حال باید تلاشتون رو بکنید، حتی اگر یک لیوان شیر هم از توی یخچال برای خودتون ریختید، بگید چه شیر خوش طعمی بود، دست درد نکنه خانم، چقدر رنگت رنگ و روت امروز خوب شده، چقدر همه چی بهت میاد، چقدر از من سری. تلاشتون رو بکنید. آره، توصیه آخرم همینه که هرگز در چنین موقعیت‌هایی سعی نکنید قضیه رو به شکل منطقی حل کنید. هرچی از نیچه و کانت و هگل و اینا بلدین برای خودتون نگه دارین، پیش بند و ببندین، وارد آشپزخونه بشین، درصد بامزگی و مهربانیتون رو بذارید رو بیشترین حالت ممکن، بقیهش هم بسپرید به خداوند متعال. آره، مهمان داریم، چه مهمانان عزیزی. به 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 به. یک زوج بازیگر درجه یک که بسیار از فیلم‌های اونها و سریال‌های اونها خاطره دارین. آقای امین زندگانی و الیکا عبدالرزاق. بله بفرمایید. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی ممنون که دعوت کردین. سلامی هست، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان، خدمت همه بینندگان و خدمت شما بزرگوار. متشکرم. آقا منم همینو، ممنون که ما رو دعوت کردین. ارادت داریم. سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که این ایام رو در سلامت سپری کرده باشیم و چقدر خوب که این ایام رو ما با دوره همی، یه دوره همی درجه یک تو خونه ها داشتیم و تنها نبودیم. قربون همتون. قربون آقای مدیری عزیز. متشکرم. قربونتون برم. خیلی خوش آمدین، مرسی که امشب کنار ما هستین و به ما انرژی میدین. ما خیلی انرژی بگیریم. نه اختیار داریم. خیلی سوال زیاده، برای اینکه هم خیلی چیزا هست، خیلی چیزای عجیب غریب هست. آره واقعا. الیکا خانم به شدت ترسوان راجع به کرونا، یعنی اومدن اونجا قبل از اینکه امروز وارد چند سه تا ماشین آپاش بزرگ
جلو می اومدن، اومدن تمام این پشت رو زد و عفونی کردن، همه ما رو شستن، تمام میکروفونا رو شستن، تمام زمین و مبل رو شستن. ما از ساعت ما امروز از ظهر اومدیم و تا کارای ایشون تموم شه مانتو خریدن تو راه، چیزای عجیب غریب، چه مانتوی چروکی هم خریدن. یعنی طرف دیده عجله دارن، گفته خانم این بهتر از همه است، خلاصه انداخته. و یه بساطی داشتیم تا الان رسیدیم به این نقطه. امین جان چی کار میکنی تو خونه؟ لاغر نشدن ازت؟ چیزی ازت نمونده واقعا. چی میشه خب؟ اصلا اینجوری نیست، اصلا اینقدر خطرناک نبوده. بگم من یه مسئله که وجود داره اینه که من در طول این 6-7 سالی که من و امین با هم ازدواج کردیم، من میرم سر کار، بعد بچه ها سر کار همه مثلا آنفولانزا گرفتن، بعد 40 نفر آنفولانزا دارن، بعد من میام خونه واسه امین تعریف میکنم، میگم همه 40 نفر آنفولانزا گرفتن امین، اینجوریه اینجوریه، شرایطش هم توضیح میدم. بعد خودم یه بعد از یه اینطوری میکنم و تمام، امین 2 هفته میفته. بله 2 هفته مریض. یعنی مراقب آزمایشگاه است که جهش ژنتیکی میده به هر ویروسی. یه ناقل بلفطرام. من از وقتی شنیدم که کرونا میتونن یه و من یه شوهر بلفطره فقط مریضیاشو میده به من. یعنی سمار نمیخورم، مریض نمیشم، آنفولانزا نمیگیرم، فقط یه نه حالا نگو چون چیز میکنیم، یعنی میزنم به چوب. باره آره آره، ممکنه انتقال بده. نه این فاصله الان چیز. و چرا یعنی یه کمی بدن ضعیفه؟ نه آقا، یعنی زود من به خدا قبل از ازدواج نمیگرفتم، از بعد از ازدواج این اتفاق برام افتاد. خیلی عمال، خیلی عمال. آره یه کم بیاین جلوتر که پات به زمین برسه. آره میدونم میدونم، دیدم خیلی مبل این مهد کودک شده بود تو تصویر. آره نه ولی چیز حالا. آره واقعا مبل سخت. معذرت معذرت، یه رقص کرونایی هم راه انداخته بود جان. یه رقص حالا حرکات موزون کرونایی راه انداخته بودی. چیز شد، استقبال شد ازش. باید از یه نگاه منظر دیگه بهش نگاه بکنیم، چون من فکر میکنم یه مسئله هست، میگن که آدم اگه هر کار رو میخواد انجام بده در زمان خوبش با آدم خوبش. من فکر میکنم هدفی که من داشتم، خب قاعدتا روحیه دادم به در حقیقت خط مقدم این مبارزه بود که پرستارهای عزیزمون بودن، پزشکای عزیزمون بودن و تمامی که بله. کسانی که تو در حقیقت بحث بهداشت و درمان فعال بودن، ولی شاید جاش خوب نبود. من یه بار یه مثالی زدم، حالا امیدوارم که این مثال با همین نگاه بهش نگاه کنن. سال 61 وقتی خرمشهر آزاد شد، تمام مردم ایران شادی کردن. بله. یعنی تو تمام شهرها مردم همین حرکات و موزون رو داشتن و هیچ کس به این فکر نکرد که شاید بالغ بر 30,000 شهید و مجروح ما داشتیم تا خرمشهر بعد از این همه روز 500 خورده ای روز آزاد شد. خب اون موقع چند سال از جنگ گذشته بود، روحیه مردم عادت کرد، ولی زمانی که من در حقیقت خواستم که این روحیه رو بدم به مردم و با این نگاه رفتم جلو که اولویت با خط مقدمه، به این فکر نکردم که خب خانواده‌ای هستن که به هر حال یه بله. عزیزی یا در بستر بیماریه یا از دست دادن و این زمان درستی برش نگذشته بود که بتونن برخورد مناسبی داشته باشن. یه خورده که خیلی باعث شد که سوء تفاهمات پیش بیاد و یه سری از دوستان و عزیزان و بزرگان دلخور بشن که به هر حال حالا همین توضیح خوبه که اینجا گفته شد. من هنوز به زمین نرسیدم. میخوای گوشکشو بردارم؟ بعد الان خیلی ناراحته. نه عالی، تایم کوتاهی اگر صبوری کنی. اصولا آدم ترسویی هستی؟ زلزله اومد کجا بودی؟ چه سوال خوب. من اصولا آدم ترسویی نیستم، ولی یک دو تا مورد هست که من ازش میگم. یکی زلزله است، یکی کرونا. بله. دیگه چی؟ دیگه چی؟ اصلا شما باید بگی. من نه فعلا، آخه این دوتا رو انقدر پررنگ بوده، همون زلزله رو تعریف کنه خیلی خوبه. زلزله خب من زلزله خب میترسم، خیلی از زلزله. بعد چی شد؟ کجا بودی این همین زلزله یته؟ ما معمولا شب زود میخوابیم، از بعد حادثه اون شب بیدار بودیم و سریال نگاه میکردیم و اینا،
بعد زلزله که شروع شد، من زود زلزله رو میفهمم، زودتر از آدم های دیگه معمولا متوجه زلزله میشم. معمولا گربه ها اینجوری هم من همیشه چشم به لامپ آخه، یعنی هر لحظه هر تکونی من برمیگم لامپ رو نگاه میکنم. برگشتم لامپو نگاه کردم، لامپ تکون نمیخورد، ولی ما یه گلدونه انقدری داریم که گلدونه کامل داشت اینجوری میشد و گفتم امین زلزله، و امین اصولا اینجور وقتا مقاومت داره در برابر. گفت نه زلزله نیست، یکی داره میدوه. گفتم نه امین جان زلزله است. گفت شاید بمب منفجر شده، حاضر بود بمب منفجر شده باشه ولی زلزله نباشه. چون میدونم بعدش چی میشه، حوصله بعدش رو نداشت. ایشالله آتش فشان دماوند. آره. و بعد دیگه گفتم امین جان بپوش بریم، که دیگه رفتیم بیرون و من نمیخواستم برگردم خونه. ولی در زلزله رودبارم اون سالی که زلزله اومد اونجا بودی؟ ما رشت زندگی میکردیم. بله بله. چقدر وحشتناک بود اون زلزله؟ بله، من شب زلزله رودبار، خب زلزله مهیبی بود و توی همون اتفاق به هر حال ما خانواده خواب بودن، پدر من رفت که بچه ها رو بیاره پایین و مامانم و اینا از پله ها، و انقدر تکون ها شدید بود و اینا، و یک مشکل قلبی از قبل هم براش به وجود اومده بود که اون شب قلبش گرفت و بردنش بیمارستان، منتها چون انقدر زخمی می آوردن نتونستن بهش رسیدگی کنن، ما از دستش دادیم دقیقا شب زلزله رودبار. کیو؟ پدر رو؟ بله. آخ آخ، نمی دونستم. روح شاد. ممنون. روح شاد. چون خیلی فکر کنم سال 68 یا 69 بود. بله 69. 69 بود. بله. تو این مدت رامسر رفتی؟ چون اهل اونجایی؟ تو همین سه ماه؟ نه دیگه، کرونا بود. نه راستشو بگو، معلومه رفته، پری روز اومده. آها رفت. فقط اینجا رو باید نابود میکردی با آب پاش و اینا. نه رفتین رامسر تشریف بردی؟ نه میدونین ماجرا این بود که من خب عید که نرفته بودم خانواده هم ببینم، بعد عیدم که خب ندیده بودمشون، چقدر ویدیو کال. خب بله. بالاخره دیگه یه هفته، یه هفته رفت. ده گفتی که اون موقع که زلزله با 69 متولده چه سالی هستی؟ من 18 مرداد 58 میشه. 58 میشه الان چند سال میشه؟ 41 50 41 و 48 متولد 48 نه متولد 51 میشه 48 سال 41 سال. خیلی خوب. و چه ماهی؟ من مرداد. مرداد و شهریور. مرداد و شهریور اصولا با هم میسازن؟ در تضاد کامل به سر میبرن. خسته نباشی. در تمام این کتابای فال خیلی پیوند مبارک و زمین و آسمون کلا. واقعا؟ چی میشه؟ خب نه یعنی اینا چی هن؟ مثلا اون که میگی شهریور، به صبوری من اضافه میکنه اینا. شهریور کیه؟ شهریور موشه. خصوصیات مهمشون چیه؟ خصوصیات مهمشون خیلی آینده نگرن، منتقدن، عرضم به حضورتون این که سخت گیرن و منطقیان. منطقیان عشقشون شعله‌ور نیست، یه شمع کوچیکه که مدت‌ها ادامه داره. و مردادی‌ها؟ مردادی‌ها فکر کنم خیلی حیوانی هستی. بز. بز یا شیر؟ شیر. شیر. بز. بز بچیه؟ بز آذره. نه بوزم، بوز نیستم، بوزم. شما خانم عبدالرزاقی هستی. حالا دور از جون ولی آره. شیره فکر کنم. شیره بله. آره. حالا شیر. و چی؟ شما شیر و موش رو لحاظ کن. خونگرم و فکر میکنم ها. یعنی به هم اینجوری میگن خونگرم و پر انرژی و آینده ننگر و در حال زندگی کن و احساساتی منطقی و احساساتی و شعله ور. فهمیدم. این روزا یک سریال داری به نام سرباز، یه داستانهایی شد توی فضای مجازی، بعد یه چیزی گفتی که به حمله شد، درست میگم؟ بله بله بله. گفتن که خب خیلی میگفتن که خب سریال کنده، ریتمش خوب نیست، و بعد من در واقع تو یک مصاحبه ای گفتم که ما خیلی شانس خوبی داشتیم، این سریال سریال در واقع ماه رمضونی نبود، ولی ماه رمضون باعث شد که سریال ما خیلی خوب دیده بشه. منتها عزیزان شیطنت کردن، یک تیتر این شکلی درست کردن که اگه دارن از کارمون رو میکوبن پس حتما خیلی کارمون پربیننده، دارن میبینن
میبینن که میکوبند، یعنی و این باعث شد که دیده میشه، که داره دیده میشه، حمله آره. میشه بهش. منظور من از دیده شدن زمان پخشش بود در واقع، که به ما خیلی کمک کرد. و تموم شده ضبطش و اینها؟ ضبطش بله آذر ماه تموم شده بود، ولی خب پخشش ادامه داره، 52 قسمت هست. قرارم از فعلیکو یه کارت پایان خدمت بدن. آها بعد از این چون بیش از من سربازی رفته، پادگان رفته. واقعا یعنی از من که میپرسن میگم آموزشی 01 بودم، تقسیم شدیم افتادم پرندک. واقعا ما همش توی پادگان در حال فیلم برداری بودیم. آره خب آره سختم از این. اینقدر دوست داره الان کنار خونمون هم یه پادگان بعد از 20 سال راه افتاده. اصلا میره اونجا قدم بزنه. تو پادگان. کار مشترک با هم داشتیم؟ بله بله. دوتا و حتما مشورت میکنین تو انتخاب نقش ها؟ من بیشتر مشورت میکنم، فکر میکنم خیلی برام آخه مهمه، چون امین خیلی مشاور خوبیه، خیلی زیاد مشاور خوبیه. و از اون طرف نه کمتر مشورت میشه؟ خب مشورت میکنه، ولی خب من میدونم تصمیم درستی میگیره معمولا، ولی من رو نظراتش همیشه حساب میکنم. آره سر چالشه باش مشورت نکرد. ببین خیلی عمالی. و یه بازیگر کمدی با یک بازیگر جدی به. حالا بخشای دیگه زندگی مشترک رو بهش میرسیم، اما اینم تضاده. این یه ذره اصلا تأثیری داره توی ارتباطتون یا نه؟ تأثیرش اینه که خب یه به اشتباه من فکر میکنم جا افتاده که من خیلی شیطنت میکنم یا خیلی مثلا شوخ طبعم، ولی واقعیت ماجرا اینه که برعکسه. یعنی از دوستان امین میتونید بپرسین که چه شریه واقعا، یعنی همه یه دردسرا همه شر را زیر سر اینه. ببین... من نیستم. نه ببین خیلی سعی میکنی امین رو بخندونی و خوشحالش کنی، ولی اصلا نمیخنده امین. اینو بله بله. به هیچ کمدی و هیچ کمدیانی نمیخنده. نه نمیخنده. به شوخی های تو نمیخند. و سختی میکشی از این بابت؟ اینو کیلو داده. من نمیتونستم هیچ جا نگفته بودم اینو. من خیلی سخت، خیلی زندگی سختی دارم. یعنی هی سعی کنی و اصلا نه. من دیگه هی بخند نه. اصلا هیچ جذابیتی نه. نمیخنده. نه به خود دارم. الانم دارم میخندم. نه الان که حالا جلو ما میخوای زیر پوستیه. زیر پوستی من خنده زیر پوستی نشنیده بودم. بازی زیر پوستی شنیده. سریال کمدی که تماشا میکنیم و من قش قش میخندم و اشک میریزم و میافتم زمین و اینا، امین این واقعا اینطوری نگاه میکنه. بعد بهش میگم چرا نمیخندی؟ میگه دارم دقت میکنم. دقت هم خوبه. جالبه. خب اینم یه جذابیته. بله بله. نه یه جذابیته. و عاشق خوابیدنی. آقای خدایی، آقای مدیری تو رو خود. ببینید تا حدی که سال اولی که رفته کنکور بوده خوابیده نرفته. کنکور نرفته و خوابیده. گفته اصلا به درک. و این چی؟ این چیکار میکنه؟ اینم در تضادیم، چون ما وقتی با هم ازدواج کردیم الیکا صبح میخوابید از پا میشد. بعد من آدمی هم که 12 شب بخوابم 6 صبح بیدارم. بعد خب قاعدتا آروم آروم دیدیم خب ما چرا با هم داریم توی خونه زندگی میکنیم، نمیبینیم هم دیگر رو. آره من من بیدارم، من خوابم، ایشون بیداره. بعد چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ آرام 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 این تضاده الان به یه جایی رسیده که از دو طرف تونستیم یه ذره کنترل بکنیم. میگم مثلا شب 2 میخوابیم دیگه، من 7 میشم کاری هم ندارم با ایشون، ولی بیدار میشه قاعدتا. دلیلش رو واقعا بعد از خودش بپرسید. نه ولی یاد گرفتم. اوایل خب تو رو درواسی بیدار میشدم، زشت بود. چه زندگی چه زندگی بود اصلا. آره تو رو درواسی بیدار میشدم و بعد من صبحای خیلی بد اخلاقی داشتم همیشه. یعنی صبحی که به من میگفت صبح بخیر، اینطوری میشدم که اصلا چرا به آدم میگن صبح بخیر، چرا سلام میکنن صبح؟ مثلا خود در جریان نیست. خیلی بدگلوغ بودم صبح. بعد از یه جایی تصمیم گرفتم که خیلی خوش اخلاق باشم صبح، و اول تو رو درواسی بعد دیگه عادتم شد دیگه الان خوش اخلاق. آره خدا رو شکر.
چون خدا رو شکر که ما همه کارهایی که با هم کردیم آفیشامون بعد زهرا بوده و همیشه خوش اخلاق بود. بله بله. بعد سرکار به قول بچه ها میگن من راکوردم و همیشه حفظ میکنم. سرکار این شکلی هستم، یعنی به صورت خود به خودی احساس میکنم به محض اینکه وارد لوکیشن میشم انگار یه مسئولیتی دارم، انگار باید خوشحال باشم، باید به آدم ها انرژی بدم. اینو سرکار همیشه دارم ولی خونه یه چیزی میخوام لو بدم جا. سر سریال سرباز هیچ کس نمیدونه، فقط من میدونم، حتی دوستاشم که لو دادن اینجا خیلی چیزا رو نمیدونه. آره کار دارم الان فرستادن. من تا حالا ندیدم یه بازیگر صبح آفیش بشه مثلا 5 و نیم صبح اول پاشه گریه بکنه بعد بره سر کار. من گریه کردم. دقیقاً می‌خواستم بگم که مقصر شما بودین. تا گریه میکرد میگفتم آقای مدیری بد عادتتون کرده. آفیش اینه. آره شما آفیشمون همیشه بعد از ظهره. یعنی صبح منم نمیتونم مثلا کار کنم. ولی من گریه کردم. سر سریالی، حالا اسم نمیبرم، که شبکه خانگی بود و اینا. پلیس بودم اونجا. رخش پلیس، رئیس پلیس. بعد خب آفیشا چیز بود دیگه، کار سخت بود و تو فرودگاه اینور اونور تو اتوبان جاده فلان. صبح پا شدم رو تخت نشستم، دیوونه یه دیوونه بودم، گفتم آخه پلیس شدنت چی بود؟ به خودم اصلا تو چه به پلیس؟ تو اصلا برای چی؟ انقدر به خودم فوش دادم. بعد حس کردم یه چیزی اینجا مو گرفته. ساعت 5 صبح من و گریم گرفت. بعد به خودم گفتم نره خر خجالت بکش. اصلا برای چی گریه میکنی؟ پاشو برو سر کاره. و میفهمم، منظورم که میفهمم. آره هر روز صبح لب تخت اول یه بعد مفصل گریه بعد تازه میفهمم. چرا آدم باید 5 پاشه؟ از اون لحظات معدودی بود که من خیلی میخندیدم. آره آره همین آدم بیفته قشقش میخنده، مثلا پات بشکنه قشقش میخنده. خیلی همراهی. بله بله. آره اینجور جا واقعا قش میکنه. فهمیدم. چی شد؟ همش از یک کار مشترک شروع شد دیگه. توی دفتر یه سریالی بودیم، بعد من رفتم اونجا یه صحبت بکنم، تا یه خانمی نشسته میخنده، چشاشم دروش داره من نگاه میکنم. گفتم خوبین؟ چون گفتم خوبی؟ گفتم که بله منم خوب. شما خوبین؟ گفت بله. از همونجا شروع شد دیگه. بله رو گفت. من گفتم خوبین؟ گفت بله. گفت بله. چرا میخندیدی و نگاش میکردی؟ بچه بوده از من سریال دیده. نه واقعا من رفتم یه دفتری برای کار بهم زنگ زده بودن و بعد نشسته بودم، بعد ایشون از در وارد شدن، یه جلیقه قرمزه و اینام پوشیده بود. از دور که اومد و اینا، من همینطوری زیر چشی اینطوری نگاه کردم، فهمیدم امین زندگانی. خب میشناختمش به عنوان هنرپیشه، اون موقع من شناخته شده نبودم. بعد دیگه نپرسیدم رقم چقدر، من قرارداد بستم. آه تا این حد رقمو گرفت، دستمزدو گرفت. همون یعنی تا این حد. آره قرارداد بستم دیگه. چقدر عالی. و معمولا شکل هم میشن بعد از یه چند سال زندگی زن و شوهر. شما بیشتر شکل امین شدین یا امینو بیشتر شکل خودت کردی؟ به لحاظ ظاهری خیلی دوست داشتم شبیه امین بشم، نشد. فایده نداشتین ازدواج. ولی هی تلاش کردم، گفتم چشام سبز میشه میگن زن شوهر شبیه هم میشن، نشد. ولی به لحاظ اخلاقی من فکر میکنم که من بیشتر شبیه هم میشم. نه من قبول ندارم. نه اصلا. آره من فکر میکنم جفتمون شبیه هم نشدیم، جفتمون یه چیز مشترک پیدا کردیم، یعنی شدیم یکی دیگه. خیلی شبیه نشدیم واقعا. یعنی الیکا یه مقداری اصلا هم سبک زندگیش تغییر کرد، من همینطور. بعد من یه خورده آدم جوشی هستم، الیکا یه مقداری یه جاهایی خیلی میتونه کنترل بکنه خودشو، من آرام شدم، الیکا یه جاهایی زیادی کنترل میکرد خودشو، یه خورده مرزا رو فراتر رفت و خلاصه تاثیرات مثبت گویا داشتیم. زود عصبانی میشی؟ میشدم. میشدی؟ میشدم. چیکار میکردی وقتی عصبانی میشدی؟ پلک میزدم فقط.
اولش با پلک شروع میشد، بقیه با پلک شروع میشد. اگه فقط پلک میزدی که خب خیلی استارتش واقعا خوبیه، یعنی به معنی اینکه اینطوری میشد، من گفتم اوه یه اتفاقی قرار میفته. مرحله دو چی؟ مرحله دو نداشت، مرحله آخر داشت، یعنی از پلک به مرحله آخر من جامپ میزدم. بعد چی میشد؟ صدای بلند چیزی میشکست؟ نه نه فریاد؟ نه نه کلا نه تو خونه نه، معمولا من اگر جایی عصبانی شدم سر کار بوده فقط. فریاد میزدی؟ بله. کسی رو میزدی؟ نه. نه. نه 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 نه. تو خونه چی؟ شما بفرمایید. تو خونه نه، تو خونه امین آدم خیلی آرومه، فقط پلک میزن. از دستم عصبانی بشه آره، و بعضی وقتا واقعا حق داره از دست من عصبانی بشه، برای اینکه یه جاهایی واقعا حق داره. نمیدونم آقای مدیر، من یه سوال دارم، نمیشه که 70% وسایل زندگی که مختص منه و به من ربط داره کلا تو خونه گم بشه و هیچ آدرسی براش وجود نداشته باشه؟ الان داره سر درد دلا. نه 70% لوازمی که من بهش نیاز دارم وش کاملا به من برمیگرده، به شخص امینه، یعنی به عنوان مثلا درل مثلا چرا باید گم شه؟ اصلا تو چرا باید درل داشته باشی آخه؟ اصلا من که بچگی آرزو داشتم درل داشته باشم. اینجا دفترخونه 328 سر ازگل. آخه آقا کیف انقدی چه جوری گم میشه؟ خب بعد یعنی گم میشه یعنی چی؟ برمیداری بعد یادت میره کجا گذاشتی؟ بله یا برمیداری که اصلا ندیدش؟ نه نه دقیقاً برمیداره یه جایی بذاری که منظم بشه، تا اینجاش هم مشکلی نه، بعد یادش میره. شما نمیخواین بپرسین که اون وسایلی که گم میشه مقدارشون چقدره کلا؟ اون وسایلی که گم میشه خانم عبدالرزاقی مقدارشون چقدره؟ یه اتاق، یه اتاق وسیله ریز ریز انقدری داره، از هر خانومی اینجا بپرسین نمیدونه اینا رو بعد کجا بذاره. از این کشوها خریدیم، نمیدونم باکس درست کردیم، بعد روشون با چسب زدم نوشتم که مثلا ابزار امین مثلا میخ و پیچ و نمیدونم فلان، دوباره جعبه 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 جعبه، بعد این وسط یه چیزی، این وسط میره میخ کجه، خب اینو میگم این به درد نمیخوره، میندازم سطل آشغال، شبش میخ کجه رو میخوان. اون میکرده تو من الان چون فاصله من نزدیکه دارم میبینم جفتشون نم نم دارن پلک میزنن. آره من از اینجا میبینم، ممکنه شما منم دیدم هلیکوپتر. آره بعد یه دونش هم دوتام یه چشمی زد، اصلا یه چیز عجیبی شد. یه آخه این ماجرای وسایل یه داستانی داره، اونم برمیگه واقعا باز به کار من. من نمیدونم چه ویژگی هست یا در من دیدن دوستان، هر کاری که میگن خب این کار بازیگرش احتمالاً تهش میمیره، به کی زنگ میزنن؟ به امین زندگانی. یه بیابونی هنوز مثلا تو نقشای توپوگرافی عکس هوایی نداره، بعد لوکیشن اونجاست، من میرم اونجا، هیچ وسیله رفاهی نداره، هیچ امکاناتی نداره، نزدیکترین سوپرمارکت بهش بعد ویزا بگیریم برید اونجا. خب من در نتیجه همیشه یه سری وسایل دارم، یعنی من از توالت صحرایی همرام هست، دوش صحرایی همرام هست، به قول یکی از دوستام ارسطو خوشرز میگه که امین یه ماشین داره صندوقو میزنه بالا، از توش استودیو پرده سبز و اینا هم حتی میتونه دره. خب من چیکار کنم؟ میخه کج میخوای چیکار؟ آویزون میکنم به یه شاخه درخت اون دوش صحرایی رو اضافه میکنم، بعد گیریم صورتام بتونم بشورم. خب یه میخ دیگه کج کن. اون میخه رو برای دیگه یه میخ دیگه کج کن. خب اونم میندازی دور، خب بذار یه میخ که در زندگیتون کج باشه. کجه چشم، مگه چقدر جا میگیری؟ یه میخه چشم پذیرفتم. امین رو با یه میخه کج بپذیر. من سعی میکنم که صلح ایجاد کنم، الان بهتر شدن الحمدلله، سعیم رو میکنم. به میخه داریم فکر. آره نه اصلا خیلی عجیبه، هنرمنده که با من آقا شما به همون میخ کجه فکر کن، این دیگه توپق نبود، خودزنی بود. هنرمندا که با هم ازدواج میکنن
بیشتر از اون که اطرافیان خوشحال بشن نگران میشن. بله. چون یه چیزی در جامعه ما هست که خب هنرمندا زیاد از هم جدا میشن، زیاد ازدواج هاشون منجر به جدایی میشه و اینها. نگران شدن اطرافیان؟ معمولا خانواده دختر بعد نگران شد. خانواده؟ نه. مانلی نگران شد داده شد. مانلی که نه، مانلی تو همیشه دوست داشت از اولشان. نه. خودت نگران بودی؟ ازدواج خب مقوله عجیب و غریبه، آدم میترسه، وحشت وجود داره، ولی چی میگی؟ ولی خب نه اونقدری واقعا که بخوام وحشت بکنم از مقوله ازدواج. نه البته خب آخه ما ازدواجمون یه خورده از ته شروع شد رسید به اول. معمولا آدما، من همیشه به شوخی به الکو میگم ما زمانی ازدواج کردیم که آدما از هم جدا میشن تو این حرفه، یعنی ما بعد از خب 12 13 سال همکاری و آشنایی با هم ازدواج کردیم. معمولا آدما ازدواج میکنن بعد 12 13 سال جدا میشن. ما بعد 12 13 سال خب ازدواج کردیم، باز خودش یه خورده موثر بود تو این قضیه. چه ایبایی دارم نگران باشی؟ ای باش بگو الکو، برنامه آخر تون تون پلک میزنه بعضی وقتا، میخی کج داره، وسیله های ریز زیاد داره. این واقعا میتونه یه آدم عصبانی کنه، واقعا خیلی وسیله داره، خیلی خیلی، اصلا بیش از اندازه. و همه وسیله تو کار علل خصوص تو کار سرباز به دردش خورده. آره انصافا خیلی هاش به دردم خورد. ولی خب میتونستیم نداشته باشیم، بعد نمیفهمیدیم وجود داره همچین چیزی دیگه. اتاقی در خونه میتونی بذاری برای هست. خب فقط هست تو همون اتاقه گم میشه. خب میری یه چسب برمیداری کلشو میتره کنی. خب نه من میگم اصلا بگو اصلا به تو چه نه به یه اتاقی بذار که ترکیده باشه، اصلا در اون اتاق وا نکن، فکر کن جزء خونتون نیست. خدا خیر، من عاشق نظم در بی‌نظمی ام. تموم شد. این اصلا چه فلسفیه این موضوع؟ آره برتران راسل هم اینجوری بوده اصلا. ببین ما آدم خاص اینجوری یه اتاقی مال خودشه، میخواد ترکیده باشه اصلا، پر میخه کرد، چکش اون همه چی، کفش، کمپوت، اصلا همه چی، درشو باز نکن، فکر کن این جزء خونه نیست. خودش میدونه. خودش میدونه. خوبه؟ خوبه. من خیلی از مشکلات رو اینجا هم فکر کنم همین الان حل شده. حل میکنم. حل شد. بگو ازش. بگو راحت بش. بعد ما آخر. نه حالا امینم میگه. گنده داره. اونم اینه که بسیار 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 دلسوزه. در حدی که واقعا دیگه آدم میتونه بگه که ایراد محسوب میشه. واسه همینم خیلی لطمه میخوره. یعنی چی؟ با آدما خیلی، با هر کسی که وارد زندگی ما بشه به عنوان دوست، آشنا، هر کسی، امین فقط نقاط مثبت طرفو میبینه و خیلی خوشبینه و خیلی سعی میکنه کمکشون کنه، براشون کار انجام بده و اینقدر براشون کار انجام میده که مثلا اگه از یه کسی که ما میتونستیم خودمون ازش کار بخوایم دیگه رومون نمیشه، اینقدر واسه اینو اون امین کار انجام میده. همیشه مهربونه، خیلی این خوبه، ولی خب اینقدر زیاده که بعضی وقتا احساس میکنم داره لطمه میبینه. دیگه ایراد. درست نگاه کن. ها ایراد دیگه ای به ذهنم نمیرسه. اصلی اساسی وجود نداره. نه نداره. بگین از الیکا. اختیار داری. والا ایراد که اولین ایرادش این بود که با من ازدواج کرد. چون پلک زیاد میزدم اون اوله. بعد عرضم به حضورتون این که خب ایراد من نمیتونم بگم، واقعا ایرادی من نمیبینم. من حالا نه اینکه واقعا تو این برنامه بخوام بگم، بارها به خودش گفتم الیکا یک رفیق به تمام معناست. یعنی من بارها هم تو خونه به خودش گفتم گذشت هایی که داشته تو زندگی، اگه بگیم حالا بخوایم توی کفه ترازو بذاریم، الیکا اینجاست، من اینجا. یعنی من خودخواهیام بیشتر بوده، الیکا گذشتاش بیشتر بوده، تغییراتش خیلی بیشتر بوده به خاطر من. همین الانم به خاطر شرایطی که حالا به خاطر همین بحث حواشی که به وجود اومد، خیلی داره رعایت منو میکنه، مراعات منو، که من مثلا تو دلم خالی نشه، آرام باشم، عصبی نشم، پلک نزنم، خیلی رعایت میکنه و واقعا خیلی خودشو تغییر داده. بعضی وقت من شرمنده میشم، احساس میکنم خب تو یه زندگی با یه شکل دیگه ای رو عادت داشتی، به خاطر من خیلی تغییرات رو پذیرفته. و خب نمیتونم بگم ایراد، واقعا من ایرادی نمیبینم. خیلی عالی. بله و الیکا خانم در فکر میکنم با قهوه تلخ خیلی
دیده شدیم و معروف شدیم. بله. و چقدر درخشان بودین در اون کار. درخشان من همیشه گفتم و یادمه که جایزه بهترین بازیگر خانم رو هم گرفتین. درست میگم قهوه تلخ اولین باری بود که خیلی. بله بله دقیقا قهوه تلخ به لطف شما واقعا و اعتمادی که به من کردین باعث شد که خب من چندین سال بود داشتم کار میکردم و خب خود شما هم از 84 با مظفر کار کرده بودم. بله و با این نقش خب من یادمه که امین پیش از اون به من همیشه میگفتش که هنوز وارد بازار کار نشدید و به من بر میخورد. میگفتم میدونی من چند ساله دارم کار میکنم، من از سال فلان من با تئاتر شروع کردم، من فلان بهمان و اینا، و ناراحت میشدم. قهوه تلخ که پخش شد و فیدبک ها شروع شد، امین برگشت گفت تو از الان وارد بازار کار شدی. یعنی دیگه تو رو جدی میگیرن و واقعا هم همینطور بود. به نظرم تمام بازیگرهایی که در اون کار بودن بهترین بازیهاشون رو در اون سریال انجام دادن. ماندگار شد. اصلا یک سری تیپ های ماندگار با نظارت شما، حضور شما. من تو برنامه قبلی هم که سعادت داشتم در خدمتون باشم عرض کردم واقعا حضور شما باعث شد یک اتفاق در طنز این مملکت بیفته که هنوز تکرار نشده. بله و میدونی من دلم میخواد که اینو بگم که ما خب سالها با آقای مدیری کار کردیم و اصلا این که بشه سالها یک تیمی کنار هم دیگه کار بکنن کار هر کسی نیست، اصلا آسون نیست و مدیریت آقای مدیری و بها دادن به گروه و انقدر در واقع اعتماد کردن و در ضمن کنسه های صحیح به موقع و اینکه واقعا کاملا بازیگر خودشون رو میسپرن و اعتماد میکنن و فقط از پس شما برمیاد. مرسی، لطف دارید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. یه اعتراف میخوام بکنم. زمانی که جایزه بازیگری بهترین بازیگر خانم در حقیقت کار کمدی رو گرفتن، خدا رحمت کنه آقای استاد همیشگی سینما ایران آقای علی معلم بزرگوار رو در جشن حافظ، من اون جایزه رو به زهره مار کردم. هیچ وقت خودم نمیبخشم. لذت اون جایزه رو به زهره مار کردم. چرا؟ خب چیکار کردی؟ من هی زنگ زدم بعد جواب نداد. جواب تلفن نمیداد. موبایلم گذاشته بودم از اول مراسم. شما هم میدونید اون مراسم چقدر طولانی، از وقتی که میرین تو سالن تا بیاین تقریبا یه 18 ساعت میگذره. عرضم من هی زنگ زدم، استرس گرفتم، هی پلک زدم، استرس گرفتم، هی پلک زدم، پلک زدم، پلک زدم، این پلکات سرعتش بیشتر شد، تماسا بیشتر، یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ بعد تلفن هیچ کس هم نداشتم اونجا. زنگ زدم بابا چه خبره، حالش خوبه، اتفاق چی شده؟ ساعت 12:30 شب یک بود نمیدونم چی، یهو برش گفت الو وفا جان خدافظ خانم ملک زاده. بعد گفتم شما معلوم هست چرا جواب تلفن منو نمیدی؟ گفت من توضیح میدم. گفتم نمیخوام توضیح فلان. بعد بکراند شنیدم که ای گفت الیکا جان جایزه نوش جانت. گفتم جایزه گرفتی؟ گفت دیگه مهم نیست. گفتم نه جایزه گرفتی. گفت اصلا مهم نیست، خدافظ. گفتم خدافظ قد. و هیچ وقت بابت این قضیه خودم نمیبخشم بابا. نه حالا داشتم خیلی. آره خب دیگه چیز نشونتون میدن اون بالا و اینا، همش میخواستم توی یه وضعیت خیلی مؤدب محترم و اینا بشه، چون من خیلی حرف میزنم و مدام با بغل دستیام حرف میزدم، سعی کرده بودم خیلی خیلی با کلاس باشم، زیادی که حالا اگر احیانا من صدا کردن آبروم نره. واسه همین میدیدم تلفن داره زنگ، ولی من تکون نمیخورم، من همینجور نشستم تا لحظه که صدام کردم. آخه دیگه تا این حدم خب ما هم بالاخره ما هم جایزه گرفتیم. شما همیشه تکون میخوریم، حرف میزنیم، جایزه هم میگیریم. آقای مدیر شما اصلا جایزه هست که نگرفت. حق بزنم آقا دیگه. آره. همه ساعت آدم پل به پل اولی بارم بود. حق بدین. نه نداره. حالا دیگه حل شده الان. آره. بله. نه از وجدانش سالها با من بود. خیلی هم عالی. بیشتر به کارهای تاریخی علاقه داری؟ نه تاریخ به من علاقه داری. نه جدی؟ یا چهرت اینجوری میطلبه که بیشتر تو کارهای تاریخی هستی؟ بله بله، شاید بیشتر دیده شده، ولی خب من مثلا یه کاری دارم که اونم مثل نقشای تاریخیم خیلی نسل جوانتر یا خردسالمون خیلی بیشتر بهش علاقه دارم. یه عمو عجوزه من بازی کردم در
قسمت یک فیلم دوست خوبمون آقای سید جواد آشور خدا سمتتون بده بچه‌هاشون همه از صبح شب دارن نگاه. و خب هر چقدر بچه‌ها منو دوست داشتن پدر مادر رو بهم فوش میدادن. من یادم یه روز آقای مرزبان، استاد هادی مرزبان عزیز که سابقه بسیار درخشانی من در رکاب ایشون بودن رو داشتم به عنوان در کسبت شاگردی تو تئاتر، یه شب به من زنگ زد گفت خدا بگم چی کارت نکنه. گفتم چرا آقای مرزبان، تئاتر داشتین نیومدم، اجرا بوده دیروم چی معلومه؟ گفت من چرا باید صبحونه با من عجوزه و مجوزم بخورم، شام من عجوزه و مجوزم، نهار من عجوزه و مجوزم، بابا حالم به هم خورد، چرا تو رفتی اینو بازی؟ نوه داشتن آسمان بسیار از صبح تا شب کلا. و بعد پدرشون گوشی رو گرفتن، همین رو به من گفتن آقای مهدی عبادتی. بعد مادرشون که میشه دختر آقای مرزبان، همین رو به من گفتن. و بعد تو خیابون خیلی چون همیشه برام سوال بوده که چرا تو رو به هر حال تو یه جسه‌ای داری، یه وزنی داری، یک اندامی داری، مشخصه صورت همه چیز، ولی تو رو برمی‌دارن می‌کنن اینقدر، یعنی یه افراسیاب یهو می‌بینی ریشای دو شقه از دو طرف داره باد می‌زنه، موها تا اینجا، بعد روی اسب، روی اسب، بعد امین پنج برابر خودشه. خب چه خب برین دنبال یکی با این مشخصات، چرا اینقدر رنج میدین ایشونو تو اون لوکیشن ها با اون هوا با اون شرایط که همش احتیاج پیدا میکنه به میخ کج و هزار. آره خیلی عجب. و نوازنده فلوت هستی؟ بودم، الان واقعا دو سه سال دیگه دست به ساز نزدم. بله شاگرد آقای حمید محسنی پور بودم، ایشون الان دارن ایتالیا دوره تخصصی فلوت رو میگذرونن و درگیر کرونا هم بودن و من کلی براش پیام خنده‌دار میفرستادم که خوش بگذره. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. عرض کنم که سوال بعدی رو چی بپرسم؟ انتقاد پذیری؟ نه همیشه. نه همیشه. نه همیشه. گاهی بله، گاهی نه. انتقاد پذیرن؟ بله. بله. الان بیشتر. اوایل جپه میگرفت یه خورده. بعد منم آخه چیزم بدون مقدمه یه چیز رو میگم یادم میره، چون نصف گفتگو رو تو ذهنم قبلا رفتم و اون گفتگو درونی رو انجام دادم. آره تهشو آره تهشو میگم با پلک. خب بس درش مقاومت میکردن، الان چون دیگه عادت کردیم من با یه مقدمه اومدم یه خورده زمان میذاره که مقدمه رو توضیح بدم. و آره آره خیلی زیاد با هم حرف میزنیم. خیلی آره، چون یکی از مشکلات جامعه امروز اینه که زیاد با هم حرف نمیزنن آدم ها، برای همین خیلی مشکل دارن. اصلا برای آدم ها سوال پیش میاد بعضی وقت من سر صحنم و اصلا فوشمون میدن، میگن بس دیگه با چقدر با امین حرف میزنی، تلفنی با امین حرف میزنی، میره خونه دوباره دارید با هم حرف میزنین. خیلی ما اصولا زیاد با هم حرف زنیم. من واقعا هنر سکوت رو خیلی یاد گرفتم این سالها. بیشتر شنونده ای. نه بذاری من راستش رو بگم، امین و من جفتمون خیلی حرف زیاد میزنیم. من توی یه برنامه گفتم حراف، در فارسی حراف یعنی وراج، ولی ما در گیلک حراف یعنی خیلی خوش صحبت. واسه همین یه سری گفته بودن چرا به امین گفت حراف، منظورم خوش صحبته. امین خیلی خوش صحبت و با انرژی صحبت میکنه و اینا. من منتها راه و یاد گرفتم، نفس رو که میگیره من شروع میکنم من حرف میزنم، حرف میزنم، حرف میزنم. من مثلا یه اینطوری که میکنم امین شروع میکنه به حرف زدن، یعنی واقعا مجال نمیدیم به هم دیگه معمولا. خیلی اینقدر ادامه میدیم تا فشارمون بیفته پایین. چند تا سوال با بله یا خیر سخته. بله با هم دعواتون میشه حداقل روزی یک بار؟ نه. به هم چیزی گفتین که خلاف واقعیت باشه بعد لو بره؟ من نه. امین نه، امین خیلی راستگوه. من نه، من آره آره شده. بله. بر من پیش میاد، الان یادم نمیاد چی بوده. ولی پیش میاد ریز پیش اومده قدیم، ولی ریز ریز مثلا شده یه چیزایی رو، نه که دروغ بگم و نگفتم بعد مثلا لو رفتم. متشکرم که با بله یا خیر فقط جواب. تا حالا تو دل خودتون پشیمون شدین از ازدواج؟ نه. فکر میکنی؟ اصلا همین کافیه. تمام شد. اصلا احساس خوشبختی میکنی؟ بله. اصلا تمام شد. اصلا تمام شد گفتی. من دیگه چی بپرسم؟ فکر کرد. فکر کرد.
شده تا حالا بخواین به هم یه نقدی بکنید ولی روتون نشه؟ تو خودتون نگه داشته باشیم. الیکا زیاد این کار کرده در طور با من. آره من قبلنا خیلی راحت حرفمو میزدم، چون ما توی خانوادهمون موقعی که حالا مثلا هنوز ازدواج نکرده بودم، یه اخلاقی خانواده من دارن که همه چیزو به هم میگن، نقد میکنن، بحث میکنن، میگن همه چیزو به هم دیگه و خیلی راحت این کارو میکنن و توی بک ماجرا چیزی نیست که مثلا بگن اینو گفت چون منظورش اون بود، همون منظوره رو میگن. برای همین منم با امین همون اوایل در واقع آشناییمون و بعدش دیگه نامزدیمون، من میگفتم خیلی مستقیم و احساس میکردم ناراحت میشه. یکی دو بارم حتی گفت خب آدم تو اینو میگی آدم فکر میکنه منظورت مثلا فلان چیز. گفتم نه منظور من دقیقا همون اون بود که گفتم، ولی آروم آروم یاد گرفتم که یه ذره محتاطانه حرفمو بزنم یا نگم یه جاهایی. این سوال هم همچنان بله یا خیر؟ نه حالا ببخشید من نمیدونستم واقعا، معذرت میخوام. به خاطر هم خیلی کوتاه میایین؟ کجا؟ کلن در زندگی؟ بله. نمیدونم اصلا میترسم سوال برس. مخالفت میکنی با بعضی از کارها؟ نه. اگه دوست نداشته باشی؟ نه. دوست نداشته باشی؟ نه. مخالفت نه. شما؟ نه مخالفت نه. نه. بخوای توضیح بدی؟ نه. خب توضیح بده. نه گفتن یک کلمه. نه. الان میتونم بگم. کوتاه. اینقدر کوتاه. در کوتاه نمی گنجه. یه ذره بزرگ. نه همون. اوکی. حالا. یه ببخشید. مشکلی نیست. بله. اگه همین بخواد سه ماه بره با یه سوپر استار خارجی فیلم بازی کنه میذاری؟ رفت. سمان بازی رفتم کرد. بازی کرد. نمیدونه ایشون؟ چرا میدونه؟ آره. نه مشکلی نبود. نه. اینکه بره خارج منظورتونه که مثلا یعنی دوری یا اینکه مثلا سوپر استار خارجیه؟ هر دو. نه مشکل. خیلی. تست دادین؟ تست بازیگری دادین اولین بار تست دادین؟ من بله زیاد. شما؟ من نمیتونم بگم تست. نه تست ندادم. نه این گوی. بله. نه چجوری نگاش کنم آقای مولا؟ الان میگه؟ این گویه الان... از همه معروف داره دیگه. چشم از این گویی بر نمیداری؟ بله. اصلا دوستش داری هرچی و شما میخوایی که خب بگیم چیه مثلا الان؟ چیزی نیست این اصلا؟ یه خانومه یعنی؟ گویی نیست دیگه. آقای مولی شما گفتین خانومه؟ نه من گفتم این گویه. این گویه ما اومدیم یه تست بگیریم اصلا دعوا شد خانواده. اصلا سر اصلا اصل صورت مسئله دعوا شد. نه این همون منظورم گویه. یه چیز قلمبه بی خودی. اصلا زندگیشون به مشکل خورد. همین این بله همین نگاه شد دستمال. آقا تموم شد سوالا چی کار کنم؟ بچه های دستمال میدین؟ این هیچی اصلا تست دادی شما یا... تست دادی شما هم تست دادی دیگه. بلش بذارین این به امشب به خیر بگذره. بزرگترین چالشی که با خودتون و زندگیتون دارین چیه؟ چیزی هست؟ در بله خیر. نه توضیح بدی. نگاه کن چی شد. وای خدا بگم چه کار. بدین دستمال بدین بیا علی چون خیلی ممنون. اینا مشکل دارن بلاش باید سر من بیاد. اصلا به من چه؟ اصلا به من چه؟ خیلی بذارید دستمال بدید. دستمال اساسی بدید. این فایده نداره. بچه ها بیان. محمد بیا. نه شما بشین. شما بشین. نه بچه ها بیان.
آقا تو رو خدا این زیرش آخه خیس شده. نه اب نداره زیرش. اوه چه خبر. این همه مهمون بود. این همه مهمون بود. تموم شد. به آقا تو رو خدا نکنی. شما دوباره پس بگیرید. به خدا. خیلی هم عالی. خیلی هم عالی. خیلی ممنون. ببخشید. معذرت. اینم از اینو. بله. اینم اینجا. بله. چی میگفتم؟ بحث گوی و میدان بود آقا. خب من میدونی بزرگترین آرزوم در حال حاضر چیه؟ این گفتگو تموم شد. فقط همین. نه شوخی میکنم. عرض کنم که نه واقعا سوالامون تموم شد. یعنی هر چی که لازم بود پرسیدم. درآمد کدوم بیشتره میتونید بگید؟ متغیره. متغیر. آره آره. یه تایمی الیکا بیشتر سر کاره، یه تایمی بیشتر من سر کارم. خب. یه وقتی من اصلا سر کار نیستم باز الیکا سر کاره. یه تایمای دیگه باز الیکا سر کاره من سر کارم. فهمیدم الان چی شد. خیلی خوب. و آموزشگاه بازیگری هم داری؟ بله. خوبه اوزا؟ شکر. خوبیش اینه که بچه‌هامونو به شدت دوست داریم. یعنی اصلا هنرجو انگار نیستن. یادم الیکا یه تایمی که توی قرنطینه خیلی سفت و سخت بود و نمیومد آموزشگاه من میرفتم یهو میگفت دلم برای فلانی تنگ شد، دلم برای ایکس تنگ شد، دلم برای ایگرگ. برای بچه‌ها انگار که یه بخشی از خانواده‌مونن، خانواده گسترده‌ای دارن میشن. فقط یه دوره نیست که بگذرونن. بله. و برن، رهاشون نمی‌کنی. فقط تدریس بازیگریه. بله بله بله. خیلی عالی. ببخشید آقای مدیری، امین که گفت که درآمد و اینا، یه چیزی این وسط یه پرانتز کوچولو بگم. امین اگر پول هم در نیاره کلن از اون مردهای سنتیه که یک قرون از پول من نباید بیاد در زندگی خرج بشه. یعنی معتقدی مرد باید خرج بیاره و پول دراره؟ و من کلا با این مقوله مخالفم. ولی امین آره به شدت الیکا مشکل داره. البته نه اینجوری هم نبود که نایمده باشه ها. صادقانه بخوام بگم آره یه زمانهای زیادی الیکا این لطف داشته، ولی روزی که ما با هم شروع کردیم که بریم زیر یه سقف دیگه به طور جد، من گفتم من این یه بخش رو از من هیچ وقت نخواهد تغییر بکنم. من مدلم اینجوریه، دلم میخواد خودم این احساس رو داشته باشم و در حقیقت این حال خودم رو خوب میکنه که البته اصلا رعایت نمیکنه. مثلا من یه میبینم که یه اسمس اومد، مثلا یه پولی همجوری ریخته به حساب من، میگه من دوست داشتم بریزم، بعد کلا یه هفته سر این ماجرا موضوع بر حرف زدن داره. بعد پس میده. این مدلیه. قبلا هنوز پس آخریه من پس نده. خیلی خوب. و یه جاهایی اذیت میشین بیرون از خونه به خاطر شناخت مردم و اینکه مردم میشناسن و دوست دارن سراغتون میان؟ من نراستش چون من از سال 76 کارم شروع کردم و تا 87 که قهوه تلخ رو یعنی شروع کردیم و ادامه دادیم و اینا مردم 89 پخش شد دیگه، درسته؟ تا اون موقع مردم منو نمیشناختن و مثلا فکر میکردن دختر خالهشون هم فامیلشون هم اینجوری منو تو خیابون میدیدن و من آرزوم بود منو بشناسن. بعدش که این اتفاق افتاد یعنی واقعا خیلی خوشحال میشم از اینکه تو خیابون منو میبینن میشناسن. یا یه مدتی عادت کرده بودم چون من وقتی میخندم سری منو میشناسن، بعد اینجوری که وایساده بودم نمیشناختن سری میخندیدم که بشناسن. اینجوری نیستی ولی تا این حد که دوست داشته باشی بشناسن همه. به عنوان یک واقعیت تو کار پذیرفتم و یک چیز رو همیشه سعی کردم رعایت بکنم، این که طرفی که اون لحظه منو میشناسه و میاد جلو نمیدونه نفر چندومه در طول روز و اون چه گناهی کرده. بله مثلا 20 میشده و من بعد مثل نفر اول باش برخورد بکنم و به هر حال واقعیت حرفه‌مونه و خب آدم خوشحالم میشه دیگه. آره درسته. یه روزی هم خب آدم بد اخلاقه دیگه. چند تا کلمه میگم حستون رو بگین. هدیه تهرانی، رفیق با مرام، شاهد عقدمون بود. شاهد عقدتون بود. خیلی عالی. کتاب، یار مهربان.
خیلی عالی. ماهی گردو. نه ماهی گردو. بفهم ملک زاده چیزی گفته؟ نه ماهی آخه. ماهی میدونم جریان چیه. توضیح بدم؟ نمیشه یک کلمه ای گفت، این واقعا توضیح داره. بگم کوتاه سعی کنیم. من معمولا سرم کلا میره، یعنی کلا میره که نه، مثلا شما میرین سوپرمارکت خرید میکنین 50,000 تومان، من اگه برم همونو خرید کنم میشه 150,000 تومان. خب اصلا نمیدونم چرا اینجوری میشه. ما با خانم ملک زاده و خانم هدا ایزدی رفته بودیم یک مسافرتی، در اون مسافرت ما یه غذایی خوردیم که اون غذا مثلا میشد مثلا 60,000 تومان، شد 800,000 تومان و اینجوری شد که اونا الان میندازن گردن من، چون میگن که تو باید شدی. غذای ماهی بود، اون ماهی که ما ستایی با هم تقسیم کردیم و 800,000 تومان ما پول دادیم اونجا در اون مسافرت. عروس ماهی خوردین مگه؟ نه واقعا کلامونو برداشتن. رفته بودیم با هم دیگه یک مسافرتی خارج از کشور در ترکیه و اونجا آقاه به ما این ماهی رو تو منوش این 30 لیر بود، 40 لیر بود، 60 لیر این مدلی بود. بعد یه چیزی ما خوردیم شد 800 لیر. ماهی جرنش اون الان خواست از من انتقام. آقا پول تو پس میدم. فهمیدم. و نقش های تاریخی فانتزی. مادر خانم سوسن جون. و فخر التاج نقطه عطف کار من. هیچکاک تکرار نشدنی. فرزند خیلی خوبه. میدونم با همه مشغله و کارهایی که داری در زمینه بازیگری خیلی هم خانه‌داری و وسواسی و وسواس نه همه کارا رو چجوری میتونی یعنی مدیریت کنی، همه چی سر جای خودش باشه و غر هم نزنی؟ نه من وسواس واقعا وسواسی نه منظورم اینه که یعنی خوب میرسی به همه چیز. نه من معمولا به یک جاهای خاصی از خونه حساسیت دارم و خب تکنیک های خاصی برای نظافت دارم. مثلا یکیش ابزار منه. آره مثلا مسواک، فرچه از این یارو ریزا، نمیدونم حلال دندون، نمیدونم نخ دندون برای تمیز کردن مثلا لبه گاز، اینا یه چیزای این شکلی نخ دندون برای لبه گاز رو باش تمیز. بله این شیشه از اینطوریه، بعد اون زیرش تمیز نمیشه، بعد نخ دندون که میندازین تو اینطوری میکنی تمیز میشه. نزدیکای نوحه. آره مدیریت خب نه واقعا اونقدی هم نمیتونم مدیریت کنم، خیلی وقت. خب خستتون نمی کنم. یه چند تا چیز هست فقط میگم که اگه اینجوری بود چه جوری بود. مثلا اگه بازیگر نمی شدین چه کاری می کردین؟ یا آشپز می شدم، سرآشپز می شدم، یا توی کاری که تو سفر زیاد داشت. آشپزیت پس خوبه؟ بله خیلی خوبه. اگر بازیگر نمی شدی؟ ورزشکار، دونده. اگه سیاست مدار بودی کی بودی؟ امیر کبیر. جواهرلال نهرو. اگر قرار بود یک قانونی رو در ایران وضع کنین که فکر میکنی الان از همه چی مهمتره، اون چه قانونی بود؟ فضای مجازی رو میگفتم که همه با اسم واقعی و مشخصات واقعیشون بیان. بله. برای زباله ریختن تو خیابون جریمه سنگین تعیین میکردم. اگر بچه دار بشین اولین درسی که بهش میدین چیه؟ خوشحال باشه. خوشحال بودن. باشه. به خاطر خودش زندگی بکنه. اگه امین شیء بود چه شیء بود؟ میخه کج. جعب ابزار. میگن میخه کج به مقصد نمیرسه. آنم آرزوست. جعب ابزار. اگه شیء بود جعب ابزار بود. اگه ایشون رنگ بود چه رنگی بود؟ صورتی تیره. صورتی تیره. اگه ماشین بود چه ماشینی بود؟ بنز. اگه وسیله خونه بود چه وسیله ای بود؟ سرویس خواب. آه چون همیشه خوابی؟ همیشه خواب نیستم، خواب دوست دارم. نه خواب دوست دارم، نه واقعا الان یه چیز دیگه هم بگو. کتاب خونه. اگه دکتر بود دکتر چی بود؟ روان پزشک. روان پزشک.
اگه مرد بود اسمش چی بود؟ مانلی. مانلی. داداشم. آه اگه مرد بود مانلی. خیلی خوب. خیلی میگن شبیهیم. این آره. چیزا هست که درست میکنن. آره آره. چهره رو مردونه میکنن. من کاملا عین مانلی شبیه. میشم. خیلی هم عالی. خستتون نمیکنم. چیزی هست نپرسیده باشم بخواین اینجا بگین و به نظرتون چیزی برامون باشه. به نظرتون مونده؟ نه. نه. ولی ممکنه تو حرفا نبوده باشه، تو سوالا نبوده باشه، دوست دارید بگید. الهی قربونتون برم. خیر از سمت من. الیکا رو نمیدونم. من که خیلی لذت بردم واقعا از مصاحبت با شما. خیلی وقت بود که اصلا ندیده بودم. بله واقعا خیلی سال و خیلی خوشحالم که دوباره دیدیمتون. انشالله که همین جوری این برنامه باشه و ما هم شما رو تماشا کنیم و لذت ببریم. امیدوارم که مردم هم دوست داشته باشن. خیلی ممنون. فقط یه چیز زیرخاکی پیدا کردم، دلم میخواد شما ببینینش و بر من خیلی جذابه. حالا اگه خودتون دوست داشتین دیگه. آره حتما. ان شاء الله بازش بکنه. یادتون میاد؟ آه. زندگانی شما نظرتون چی هست؟ آقای مدیرم شما چقدر جوان بودین؟ شما هم جوانی، چند سالتونه؟ من چند سال دارم؟ منم اینجا؟ بله 25 6 سال، نه؟ یه سال بالاتر. سال 77. بله. شما نظرم راجع به آقای مهران مدیری هم باید درست باشه، گفتم ایشون زیاد جوان نیستن. خب شما چه سالی شروع کردید بازی کردن؟ والله تاریخش آقای مدیری میدونن، چون گفتم تا چند حمله من سال 70 کار بازیگری شروع کردم. کی میگیره میگیرین؟ تصویرم بتونه اول بازیگر. سال 77 اینو برام بفرستین که اصلا بدم همین تیکه پخش کنه. حتما چه چیزی میشه کنه ولی همه ایرانی ها میمونه. یعنی آره، یعنی بذاریم جزء برنامه که پخش مردم ببینن. خیلی بامزه. منو نگاه کن. آره من که دوچار سوء تغذیه بودم لاغر. آره تو 9 کیلویی. منم پشمو مستطیل و به 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 به. خیلی عالی، خیلی ممنون. قربونتون برم. چقدر جالب بود، من اصلا یاد این نبودم. خیلی خوب، خیلی ممنونم که اومدید. احساس خوشبختی دارین؟ آخرین سوال. بله بله بله. خیلی خوب. امین جان و الیکا خانم، خب سالهای سال همو میشناسیم، خیلی دوست داشتنیان، خیلی با محبتن، خیلی درجه یکن، خیلی بازیگرهای فوق‌العاده‌ای‌ان و همه خیلی خیلی صفات خوب دارن که اگر بخوام بشمارم طول میکشه، ولی خیلی دوستان خوبیان، خیلی قابل اعتمادن و خیلی خیلی درجه یک از هر نظر که فکر کنید. امیدوارم سالهای سال در کار و در زندگی همینطور در کنار هم درخشان، همینطور که هستین درخشان به پیش برید و بهترین آرزوهای دنیا رو برای هر دو دارم. خیلی ممنون. ممنون از شما. چاکر. ممنون از دعوتتون. من یه جمله پایانی بگم. چون همیشه شما به سوال احساس و خوشبختی میکنین اشاره میکنین، این رو میخوام به جد بگم، نه اینکه شما اینجا حضور دارین، جلوی آنتن میلیونی برنامه شما میگم که آقای مدیری، شما سهم بزرگی در تجربه احساس خوشبختی برای مردم ایران دارید. در بدترین شرایطی که مثل شرایط در حقیقت کرونا بود و اون قرنطینه، شما با برنامه‌هاتون همیشه بخشی از خاطرات خوب و خوش که بخشی از خوشبختی زندگی هر آدمی رو هست رو تقدیم مردم کردید و بدونید که بسیار بسیار جایگاه والایی دارید پیش خدا که شکر. میتونید توی بهترین بخش خاطرات مردم سرزمین ایران خیلی همیشه حضور داشته. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی گفتگوی خوب بود. اخیراً یه خبری شنیدم که خط فقر برای خانواده 4 نفره به ماهی 9 میلیون تومان رسیده. تا چند وقت قبل به کسی که 9 میلیون تومان درآمد داشت میگفتی میلیونر. فیلم‌های تخیلی چقدر زود به واقعیت میرسن. کلن تمام گپ و گفت‌ها و مراوداتمون شده همین چیزا. مدام داریم از وضعیت اقتصادی و تورم و قیمت‌ها و اینجور چیزها حرف می‌زنیم. شخصیت بچه‌های ما داره در چنین فضایی شکل می‌گیره. بعد اینها بزرگ میشن چی می‌خوان بشن؟
حتی ادبیات کارهای خیرمون هم این شکلی شده. میگه بابا یه بچه از پرورشگاه بیاریم، یه بازسازیش میکنیم، تو اومدی 5000 میره روش، زلزله اومده یه خراش کوچولو برداشته، بهش میگن آروم بگیر، فلانی چی بگه که تمام کس و کارش رو در زلزله بم از دست داده؟ میگه اون با دلار 3 تومن از دست داد. بچه ها نگاه میکنن به ما، ضبط میکنن و در آینده این نزدیک مو به مو همین چیزها رو تحویلمون میدن. بارها شده تو مهمونی ها فهمیدیم که نباید تو خونه هر حرفی رو جلوی بچه ها زد، آبرو و حیثیتمون رو به باد میدن. برای همینه که قاتلا اکثرا بچه ندارن، اگه داشتن که نمیتونستن اصلا قاتل بشن. تا وارد مهمونی میشدن بچه میگفت بابام خیلی قویه، یکی رو با نوار چسب بسته انداخته تو حموم. آره. نظرات شما؟ آیا میدونستید یه کانال چرت وجود داره که کنترلش همیشه دست بابا هاست؟ میزنن اون کانال میخوابن. برنج ایرانی در پیج ما قد بلند کشیده. از وقتی زمین گرون شده دیگه به زمین گرم بخوری فحش نیست، دعاست. تنظیم بازار با تنظیم باد رابطه مستقیم داره، نمیدونم چطوری ولی امیدوارم اینم همزمان با واکسن کرونا کشف بشه. تنها پیشرفتی که سال جدید داشتیم این بود که اول سال 1 ساعت رفتیم جلو. من امروز یه خلاقیت به خرج دادم، به جای ماسک ساده ماسک شیر و آبیشن زدم به صورتم، رفتم بیرون خیلی هم پوستم شفاف شد. قدرتی که کشیدن ترمز دستی تو دعوا به آدم میده، فنون معبد شاوشنگ به آدم نمیده. یه خانمی، آقا شما تشریف بیاری؟ بله. خانم شما تشریف بیاری؟ بله. خانم شغل شما؟ سلام عرض میکنم. حال شما چطور؟ من عکاس هستم. عکاس هستین شما؟ فروشنده تلفن همراه. فروشنده تلفن همراه. الان تلفن همراه شده قیمت خونه. نه این جدیدا؟ آره. مهمترین تحول ایران در عصر قاجار. ایران نصف شد تقریبا توی عصر قاجار، همه مرزش ازش جدا شد. مهمترین تحول اجتماعی و سیاسی؟ انقلاب مشروط. انقلاب مشروط. بیماری سر جزو کدوم بیماری های کدوم سیستم بدنه؟ مغزیه. سیستم عصبی. عصبی مغزی. اولین مخترع ضبط و پخش صدا ادیسون. ترابلوس پایتخت لیبی. غذای کرم ابریشم. برگ توت. رمان سنگ صبور صادق چوبک. بازیگر نقش فیلم بانو اثر داریوش مهرجویی. خانم فاطمه معتمدآری. خانم فریبا کوسری. فیلم بانو خانم بیتا فرحی. شعر برامون دارین؟ والا الان خیلی استرسی گرفتم ولی چرا؟ فکر کنید الان میخواید به من تلفن همراه بفروشید. خب اونو که چه اعتماد به نفسیه؟ کارمه. خیلی اونی که نمیخوایم بهت میدم. با با این هنر از کجا میاد؟ وقتی دیگه بمونت مجبوری ردش کنی دیگه. وقتی مونده بله. بعد ردش کنی. بله. یعنی خلاف واقع هم میگی؟ نه سعی میکنم. نه؟ نه 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 مونده میخوای ردش کنی؟ خب روش مانور بیشتری میدم. چه جوری؟ الان اون رو من مانور بده. مثلا یه گوشی دارم آقا مثلا مونده، ولی خب امکاناتش خوبه. اون منطقه ای که ما هستیم شاید هر کس توانایی خرید این گوشی نداشته باشه. به این دلیل مانور زیاد روش میدم که فروش بدم. شعر؟ عکاسیتون در چه زمینه ایه؟ من
پشت صحنه تلفیلم مثلا تئاتر اینا انجام میدم و لباس. چقدر عالی، چقدر عالی. بخونید برامون شعری. ای برندان مکانه زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. بله بسیار عالی. آقا بهتر بودن؟ خانم بهتر بودن؟ حالا؟ بله چشم بفرم. آخرین حرفمون این هست که بسیاری از رفتارها و واکنشهای ما در بزرگسالی ریشه در تربیت ما در دوران کودکی داره. شاید اگر فلان ماشین رو به بچه های نسل جدید نشون بدیم راحت قبول کنن که 100 میلیون قیمتش با، اما ما نمیتونیم قبول کنیم. توی خونه و مدرسه مدام کنار گوش ما از صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف میگفتن. ما هرگز نمیتونستیم 100 میلیون بدیم بابت یه مربع متحرک. چنین چیزی رو لطفاً از هم نسلان ما نخواهین. شما نمیتونید به بچه یاد بدین که با یه نصف لیوان آب هم میشه مسواک زد، بعد بهش بگین 100 میلیون بده بابت این ماشین. یه معلم داشتیم اصرار داشت که میشه با یه نصف لیوان آب مسواک زد. به صورت عملی به ما یاد میداد سر کلاس. همیشه دهنش پر کف بود. درس که میداد تو کل کلاس همجه با کف رفت آمد. میگفتیم آقا ببخشید اجازه، هنوز کف تو دهنتونه؟ میگفت نه، با همون نصف لیوان درست شد. الان چون زیاد حرف زدم دهنم کف کرده. زنگ تفریح باشه کی میرفت تو دستشویی معلم ها 25 دور آب میچرخون تو دهن. ما نسل صرفه‌جویی هستیم. به همون یاد دادن از هر جا میای بیرون چراغ و پشتت خاموش کن. یه بار از حموم عمومی اومدم بیرون ناخودآگاه حواسم نبود چراغو زدم خاموش، همه جیغ زدن، هول شدم روشن کردم دیدم همه لنگ دورشونه. اخیراً بانک مرکزی کار داشتم، کارم انجام شد، اومدم از اتاق بیام بیرون، طبق عادت یه دکمه ای رو فشار دادم. دکمه پاور سرور بانک مرکزی بود. کل سیستم بانک کشور تلپ قطع شد. آبر بانک ها دیگه به مردم پول نمیدادن. مادرها بچه هاشون رو از خودشون میروندن. آمار جرم و جنایت افزایش پیدا کرد. خیلی ممنونم که امشب انقدر گرم و دوست داشتنی و درجه یک بودین کنار ما. مخلص آقای یوسف. و امیدوارم که همیشه سرحال باشید، به دور از هر گونه غم، بیماری و تنش. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدارتون.